مسعود رجوی 11 آبان 1401. فرافکنی و وارونگویی خامنه‌ای پس از سیلی آتشین قیام، در آویختن به مصدق برای شبیه سازی دجالگرانی انقلاب با ارتجا و با کودتای استعماری 28 مرداد. در 48 روز قیام خامنه ای در منتهای درماندگی ادعا کرد که گویا آمریکا و شرکا برنامه دارند رژیم را سرنگون کنند. اما ملت ایران زد توی دهنشان. بعد از این هم خواهد زد توی دهنشان. همه می دانند که این وصله ها به آمریکا و اروپا نمی چسبد. و 4 دهه گفته ایم که اگر از مماشات و امتیاز دادن به رژیم و میدان دادن به مزدورانش و آلترناتیف سازی های پوشالی و استعماری و از برچسب و پرونده سازی هایی مانند 17 جوان به نفع رژیم دست بردارند، ما را بس. در امر سرنگونی رژیم هم خلق قهرمان با فرزندان آزادی ستان کفایت است. ما دیدیم که آمریکا چگونه پایگاه‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران در خاک عراق را به درخواست رژیم و برای رژیم بمباران و مجاهدین را هم خلع سلاح کرد. اما بمباران و خلع سلاح نیروهای سرکوبگر رژیم را هیچگاه ندیدیم. اکنون خامنه‌ای با سخافت آمریکا را به حمایت از تروریسم کور مجاهدین متهم می کند که منجر به هزاران کشته در رژیم شده است. بنابراین اصل موضوع پنهان کردن یک جنگ عظیم بین انقلاب و ارتجا و این است که شیخ هم مانند شاه در واپسین مرحله می خواهد بگوید که هرچه هست زیر سر خارجی و اجنبی است و انقلاب و قیام مردم ایران از اساس موضوعیت ندارد. از این رو به گفته خامنه‌ای ملت ایران زد توی دهنشان و بعد از این هم خواهد زد. خلیفه سیلی خورده ارتجا بیش از این نمیتوانست فرافکنی و وارونگویی کند. اما ما صبر می‌کنیم تا سیلی‌های آتشین ملت ایران به ویژه جوانانی را که به گفته او دچار هیجان و احساسات شده اند هرچه بیشتر و بیشتر بر بناگوش نظام ببینیم، آنقدر که بند از بند رژیمش بگسلند. همان انقلابیون و شورشگرانی که دیکتاتوری شاه را هم ساقط و سرنگون کردند. هشدک و واروی آخوندی درباره کودتای 28 مرداد 1332 و اینکه آمریکایی‌ها دشمنی با ملت ایران را از آن روز شروع کردند و به مصدق فرنگی مآب هم رحم نکردند کسی را نمی‌فریبد. و شأن مصدق کبیر فراتر از زخم زبانهای مرتجعین است. در آویختن به مصدق برای شبیه سازی دجالگرانی انقلاب دموکراتیک مردم ایران با کودتای استعماری و ارتجاعی 28 مرداد دردی دوا نمی کند. بر کسی پنهان نیست که ایل و تبار خمینی و آخوندهای ارتجاعی علیه مصدق و با شاه و دربار بودند. کاشانی بود که صراحتاً خواهان اعدام مصدق شد. خمینی در آن روزگار آخوند دست چندمی زیر قبای کاشانی و در همه جا با او علیه مصدق بود، کما اینکه پس از انقلاب ضد سلطنتی هم آشکارا به خاطر سیلی خوردن مصدق در همان کودتای 28 مرداد شکرگزاری می کرد. نمونه دیگر پیامی است که خمینی در دوران بریدگی
پس از چند ماه حصر در قیطریه تهران در نیمه آبان 1342 برای کندی رئیس جمهور وقت آمریکا فرستاد. عذر تقصیر خواست و نوشت مبادا حملات لفظی و مصلحتی او به آمریکا سوء تعبیر شود، چرا که او در واقع خصومتی با آمریکا ندارد. در گروگانگیری آبان 58 و در اعدام‌های انبوه دهه 60 و در قتل عام زندانیان ما هم ثابت شد که ضدیت و خصومت خمینی و ارتجاع ولایت فقیه قبل از همه با انقلاب و رشیدترین فرزندان مردم ایران است. همچنین ثابت شد که دشمن ما همینجاست، به دروغ میگویند که در عراق و قدس و آمریکاست. بلعجب این که خامنه ای به 300 میلیون آمریکایی طعنه انحطاط میزند که چرا به رئیس جمهورانی از قبیل ترامپ و بایدن رأی دادند و آنها را سر کار آوردند. از فرط خرفتی فراموش کرده است که خودش چه جلادی را از صندوق بیرون کشیده و به ریاست جمهوری رژیمش گماشته است. وانگهی یادش رفته است که در روز 14 خرداد 1368 خودش در جلسه خبرگان ارتجاع بعد از مرگ خمینی درباره مرجعیت و رهبری خودش گفت واقعاً باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در آن مطرح بشود. مسئله اشکال فنی دارد، اشکال اساسی دارد. راستی هم که مردم ایران خون گریستند و خون می گریند. از این روز که اکنون هنگامه خشم و خروش و آتش است. اظهارات خامنه‌ای در جلسه خبرگان رژیم بعد از مرگ خمینی با اذعان صریح به عدم صلاحیت خودش برای مرجعیت و رهبری. 14 خرداد 1368. واقعاً باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در آن مطرح بشه. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. این را بنده می دانم، شاید آقایان هم می دونید. اصلاً از لحاظ فنی اشکال پیدا می کنه. این قضیه رهبری، رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجت حرف رهبر را نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ حالا آقای خامنه‌ای نه حالا بس خودشون وقت گرفتن تشریف بیارید. آقای خامنه‌ای ما تصویب کردیم شورا، شما برخلاف مصوبه ما نمیتونید بگید. شما راجع به شورایی و فردی صحبت نکنید. ببینید اگر میخواد چیزی برخلاف شورا بگید نمیشه. خب بفرمایید. بذارید من عرض بکنم بعد شما میفرمایید دیگه، حالا وقتمون که هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره.
مشکل اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعا قبول نمی‌کنن. نه آقا، بعد از زهبر شدن آخر نه آخر امام بحث تقلید نیست، بحث حکمه. ولایت فقیه نیست، ولایت عدول مؤمنینه. پس آقای خامنه‌ای ببینید، من در بحث من در بحث فرد و شورا موقته، این موقته اشکالی نداره. بنده عرض کردم این مرحله فقط شما شما اونایی که صاحب نظر هستن برای اینکه این احتیاط جنابالی حل بشه استنابه میدن. اونایی که نظر دارند اینکه جنابالی سرش از اتخار بندیدن منجورن مثلا حل بشه. من به هر حال مخالفم. بنده آقا در بحث شورایی و فردی میخواستم بیام یه صحبت کنم، فکر نمیکردم که فردی رأی بیاره. منم میخواستم صحبت کنم، منم نظرم به شورا بود، ولی وقتی که اکثریت گفتند فرد دیگه جای صحبت نیست. حالا ما رأی میگیریم، اما چون آقای خامنه‌ای صحبت کردن به اجازه آقای مشکلی اجازه بدید، چون آقای خامنه‌ای صحبت کردن دو جمله هم من صحبت کنم. اولا خب ما با آقای خامنه‌ای از جوانی توی مدرسه خدمتشون بودیم، تو بحثا بودیم، حالا همیشه مسائل مطرح میشه، مسائل عمده مطرح میشه. من واقعا آقای خامنه‌ای رو صاحب نظر میدونم، صاحب نظر جدی در مسائل فقهی، اما نه اینکه ایشون الان رفته هم مسائل رو استنباط کرده. یعنی الان اگر یک مسئله اجتماعی برای کشور مطرح بشه و ایشون بخواد نظر فقهی پیدا بکنه، با همون روش سنتی نه مشکل، با یه مقدار کار کردن، با یه مقدار کمک گرفتن از کسانی که منابع رو چون وقت ممکن نداشته باشه کمک کنن برای پیدا کردن مصادر، ایشون میتونه به نظر برسه. نه نباید بگن آقای خامنه‌ای دیگه نمیتونه. خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحث هم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. چرا مقید؟
بشمارید. موقت گفتم داره اعلام نمیشه. نه بیستید بشماریم، این عدد باید روشن باشه. میخوام بشماریم. Yeah.